جلسه فوق‌العاده پارلمان اوکراین برای پایان دادن به خشونت‌های مرگبار در کیف تا نیمه شب پنجشنبه به درازا کشید. نمایندگان پارلمان شب گذشته طرحی را به تصویب رساندند که در آن برای هر گونه خشونت علیه معترضان مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از رهبران حزب مخالف در پارلمان می‌گوید هر پلیسی که از اسلحه استفاده کند قانون را نقض کرده و بر اساس این مصوبه عمل او جرم تلقی می‌شود. به موجب این مصوبه تیراندازی ها باید متوقف شود و نیروهای نظامی به پادگان ها بازگردانده شوند. همانطور که این نماینده حزب حاکم در پارلمان میگوید، نمایندگان جناح حاکم که در پارلمان حضور داشتند به این طرح رأی دادند و حالا باید شرایط اجرای آن را بررسی کرد. اما معترضان در میدان کیف از یک سو خوشحال از تصویب چنین طرحی هستند و از سوی دیگر چندان اطمینانی نسبت به روزهای آینده ندارند. یکی از آنها میگوید ما میخواییم باور کنیم، اما در وضعیت آماده باش هستیم. ما آماده هستیم و آماده خواهیم بود. آنها از یک طرف قانون تصویب میکنند، اما از طرف دیگر تیراندازی میکنند. با این همه اگر آنها تیراندازی کنند، ما آماده ایم. در مصوبه نمایندگان اوکراین که در انتظار امضای رئیس پارلمان است، آزادی معترضان بازداشت شده طی 3 ماه گذشته نیز گنجانده شده است.